سلام خدمت دوستان پیج زومبا آی تی. امروز اومدیم با یه ویدیو خفن دیگه. خب دوستان، تو ویدیو قصد دارم سرویس و تعویض خمیر سیلیکون یکی از کارت گرافیکامو انجام بدم. یه مدته که یکی از کارت گرافیکا روی ریگم خیلی دماش بالاست. من فکر کردم که یه مقدار هوا بهتر بشه دماش بهتر میشه و فکر کردم که دیگه نیاز به تعویض خمیر سیلیکون نداره، ولی امروز با وجود اینکه هوا خیلی خنک‌تر از زمان تابستون شده، باز دیدم که دمای کارت گرافیک بسیار بالا هست که حالا با هم بریم توی ریگ بهتون نشون میدم. بریم وارد ریگ بشیم. همینجور که میدید الان ریگ رو باز کردم. اینجا این کارت گرافیک مد نظر منه. حالا همینجور که میدید کارت گرافیک هم RX 580 از این مدل کارت گرافیک. همینجور که میدید من دوتا دارم و یکیش با همین اوورکلاک و همین دور فن. میبینید که دما 52 ولی این کارت گرافیک دما 68. جالبش اینه که توی تابستون توی اوج گرما دما دیگه بیشتر از همین 68 69 یا 70 نمیرفت و الانم که مقداری هوا خنک شده بازم همین روی هولوش 68. حالا من قصدم این بود که این کارت گرافیک رو بیارم یه سرویسش کنم. گفتم که یک ویدیو هم بسازم و این تجربه رو با شما هم به اشتراک بذارم. دلیل اینکه اینقدر زمان بود و من خمیر سیلیکون این کارت رو عوض نکردم هم این بود که خمیر سیلیکون مناسب نداشتم. من چند مدت پیش اگر تو ویدیو هم دیده باشید یک واتر کولر خریدم که یک خمیر سیلیکون فکر کنم مناسب روش اخت. واتر کولر لیانلی بود. حالا ببینیم خمیر سیلیکون روی کارت گرافیک چه تأثیر میذاره. همینجوری که ببینید دما اینجا 68. حالا من برم کارت گرافیک رو باز کنم بیارم و یه سرویسش کنم ببینیم این دما رو تا چقدر میتونیم بیارمش پایین تر. من برم کارت گرافیک رو باز کنم و بیام. خب دوستان، من کارت گرافیک رو باز کردم، آوردمش. همینجور که ببینید خیلی خاک هم نداره، اونجور خاکی نداره که بگیم به خاطر گرد و خاک دماش رفته بالا. اگر مشکل سخت افزاری نباشه به احتمال زیاد همون خمیر سیلیکونه. پس بعد بازش کنم، تمیزش کنم، خمیر سیلیکون رو عوض کنم، چون گرافیک خیلی گرد و خاک زیادی نداره. من بازش میکنم کامل گرافیکو. خب همینجور که ببینید خمیر سیلیکون کامل خشک شده. ببینید خشک خشک شده اینجا این خمیر سیلیکونه. این خمیر سیلیکونی هم که استفاده کرده بودم البته دو سال پیش استفاده کردم و خمیر سیلیکون گرینم بوده. الان خمیر سیلیکونی که میخوام استفاده کنم این خمیر سیلیکونه که توی جعبه لیانلی بوده، جعبه خنک کننده لیانلی. این مقدار مونده که برای دو تا گرافیک فکر میکنم کافی باشه. حالا برای این تست کنیم ببینیم چقدر دما رو میاره پایین. حالا همینجور که ببینید خیلی اینجاها خاک هست که من اینا رو کامل تمیز میکنم. روش تمیز کردنم به این صورته که با یک بروس میکشم، البته نه اینجا چون خیلی خاک داره، بعد ببرمش بیرون کامل خاکاشو بگیرم. حالا اینم بعد کامل باز کنم. این سینک هم یه شستشو بدم. سینکشو یه شستشو میدم ولی مراقب هستم که اینا حالا خیلی آسیبی نبینن. ولی کامل سینکو شستشو میدم چون ببینید خیلی فنها هم کثیفه. حالا من اینا رو باز میکنم، یه شستشو کامل میدم، میریم و برمیگردیم. حالا همینجور که میبینید هم سینک خاک داره هم فنها، که حالا من اینجا فنها رو باز میکنم و کلن چون این پلاستیکه و LED چیزی هم نداره قشنگ میتونم یه شستشو کامل بدم. دوتا فن رو میارم بیرون و این قسمت رو کامل میشورمش که یه صفرشویی اساسی بشه.
خب دوستان همینجور که میبینید الان تمام قطعات اومده بیرون، ولی میبینید که چقدر خاک داره. من بعد الان برم کامل اینا رو سرویس کنم، میزمم یه شستشوی اساسی بدم، بریم و برگردیم. خب دوستان من هدسینک و آب دورش رو شستم و الان داره خشک میشه. الان توی این قسمت رسیدم به فنها، دیدم که فنها میبینید خیلی کثیف شده. چون میخوام صفر شویی کنم گفتم این فن رو کامل در بیارم، فن رو کامل بیرون بیارم که کامل بشورمش. میبینید هر کاری کردم تمیز نشد، الان من تمیزم کردم به حسابم. این قسمتش یه مقدار حالت زبری داره، میبینید که اینجا کثیفی ها مونده. حالا من گفتم اینو بازش کنم. روش باز کردنم به این صورته که این پشتش رو باز میکنید، این گیره پلاستیکی رو باید در بیارید، کامل فن میاد بیرون. میبینید این گیره ولی خیلی بد قلقه، بعضی موقع پرت میشه بالا، باید مراقب باشید. من اینجوری گیره رو بازش میکنم، حالا چون بالاست یه مقدار برای من سخته، اینجوری من بیرونش بیارم. بذارید با این پنسه امتحان کنم. خب دوستان به هر سختی که بود این قطعه باز شد، همینجور که میذارمش اینجا و این قطعه کامل بیرون میاد. وقتی هم که باز میشه به این صورته. حالا باید مراقب باشیم که به این سیما آسیب نرسه. راحت دیگه میتونیم اینو بشوریمش، کامل تمیزش کنیم. حالا من اونم در میارم کامل میشورمش، میبینید که چقدر تمیز میشه. و در آخرم یه مقداری من گریس میزنم اینجا، اینو کامل تمیزش میکنم، اینو بیارمش بیرون، کامل بذارمش اینجا. البته این فن مشکل نداشت، قبلا خودم گریس زده بودم، ولی حالا چون صفر شویه کامل دیگه بیرون میاریم. من فن دومم بیرون بیارم، اینم بذارم یه جایی که گم نشه، بریم سراغ فن دوم. خب دوستان فن رو باز کردم، شستم، فوق العاده هم تمیز شد، عالی. حالا باید وصلش کنم، اینجا اینو میذارم، این یکی هم بذاریم برای این. حالا قبل از اینکه بخوام وصل کنم کامل، من قبلا اینو گریس زده بودم، اینو دیدم که قبلا بازش کرده بودم، دوباره یه مقدار گریس میزنم اینجا دور این دوتا، یه مقدار گریس میزنم دیگه حالا خودش پخش میشه، حالا خیلی زیادم نمیخواد چون سری قبل خیلی زیاد زده بودم، مثل اینکه همش این بالا جمع شده بود. حالا این مقدار میزنیم، خب الان دیگه تمام قطعات رو شستم، تمیز شده، بریم برای اسمبل. خب دوستان فن رو کامل بستم، همینجوری که میدید هدسینک رو کامل شستم و خیلی تمیز شد، عالی شد. همینجوری که میبینید کامل تمیزش کردم. حالا بریم سراغ خمیر سیلیکون. اینجا من خمیر سیلیکون رو بازش کنم، یه مقدار من اینجا میزنم. خب دوستان کامل گرافیک جمع شد، همینجور که میبینید من تا اونجایی که میشد دیگه کامل فن و هدسینک رو تمیز کردم. حالا بردم من یه شستشو ریز دادم، حالا برم وصلش کنم روی ریگ ببینم چقدر دمامون اومد پایین. خب دوستان اینم از نتیجه کار، همینجور که میبینید دما از 68-69 به 63 کاهش پیدا کرد. البته من توقع داشتم که دما بیاد پایین تر، ولی کلن تعویض خمیر سیلیکون دیگه توقع بیشتر از 4-5 درجه نباید داشته باشیم. حالا باز دمای 63 بهتر از دمای 68. کلن اگر هوا هم گرم بشه یا محیط گرم بشه 70 و حداقل نمیبینیم، دمای 70 یا بالاتر از 70 و با این روش نمیبینیم.
حالا بخواد خیلی هم گرم بشه دوباره بره روی همون 68 که دمای زیر 70 برای کارت گرافیک 580 مناسبه. البته این نکته رو هم باید در نظر بگیریم که من دارم الگوریتم کپا رو ماین میکنم و الگوریتم کپا روی کارت گرافیک های RX 580 بسیار الگوریتم سنگینیه. همینجور که میبینید هم مصرف برق بالاتری داره هم دمای بالاتری داره. اینجا هم که من گیر دادم به دمای این گرافیک به خاطر این گرافیک پایینی بود که از این گرافیک گفتم من دوتا دارم، این خیلی دماش خوبه، این عجیبه که میبینید الان 13 درجه دما اختلاف داره با وجود این که مصرف برق این یکی کمتره. حالا سرچی هم که من انجام دادم دقیق در مورد این کارت گرافیک این بود که اکثرا میگفتن احتمالاً از هدسینکه و با تعویض هدسینک احتمالاً دما خیلی بیاد پایین تر، ولی همینجور که میرید حالا دما اونقدر هم برای من عجیب غریب نیست فعلا که بخوام هدسینک رو تعویض کنم، ولی خودم دوست دارم که هدسینک این کارت گرافیک رو بیام با این کارت گرافیک تعویض کنم ببینم دقیقاً چه اتفاقی میفته. حالا اگر وقت بده کردم شاید این حرکتم بزنم. اگرم دوست دارید که این حرکت رو بزنم و ویدیوشو بسازم حتما تو بخش کامنت ها بگید که سریعتر این کار رو انجام بدم. ولی همینجور که میبینید دما فعلا مناسبه، هوا هم که داره خنک میشه فعلا دما زیر 70 و مشکلی نداریم. فعلا از کارت گرافیک راضیم تا ببینیم چه حرکتی روی این کارت گرافیک بزنم. خب دوستان اینم از ویدیو امروز، امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.